من هر روز واسه خودم دعانویسی انجام میدم، جادوگر شخصی هم دارم. درست؟ اون چیز کثیفی که تو ذهن توه شد یه تاریخ دیگه. اگر دیدم به صلاح هم نیست با اون آدم رفاقت کنم یا رابطه‌ای داشته باشم. دوستان سلام، به یه شخصانی دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی صحبت جنجالی پوتک درباره آرتا وانتونز و کات کردن ملیکا تهامی با بهترین دوستش مهگل رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. پوریا پوتک که مدتی بخش جدیدی رو به اسم بهتر جواب ندی به کانال یوتیوبش اضافه کرده و با افراد مختلفی از جمله ربکا قادری و مدگل و خیلی های دیگه مصاحبه کرده، حالا خودش مهمون این برنامه شده. آرام از چنل کوکتل تیوی این ایده رو با خود پوتک اجرا کرده. اون در این مصاحبه سوال‌های جنجالی زیادی رو از پوتک می‌پرسه. اون در ابتدا از پوتک درباره اعتقادش به طلسم و جادو می‌پرسه و به شدت از جواب اون سورپرایز میشه. به طلسم و دنیای جادو باور داری؟ و آیا واسه خودت حالا؟ 100 درصد. من هر روز واسه خودم دعانویسی انجام میدم. جادوگر شخصی هم دارم. جدی؟ بله. اوه. دوستام هم میام خونمون، میتونی ازشون بپرسی. کل خونه پر داس. نه من خونم اومدن تمیز کردن، انقدر دعا دیدن ترسیدن، یه سری جا رو تمیز نکردن رفتن. منم الان ترسیدم دیگه اونجا. اونجا باشم که بعد اینو اولین بار دارم تو برنامه تو اینم بگم. دمت گرم. دلیلش هم اینه. پوریا رو همیشه مست گیر بیارید. آرام خیلی نامحسوس درباره رپ بتل ربکا و پوتک و تایم مشکوک این پست که همزمان با ترک جدید آرتا وانتونز بود میپرسه. اما پوریا این حرفا رو رد میکنه و میگه اون چیز کثیفی که فکر میکنه نیست. نه تو منظور تو فهمیدم. دو سه هفته گذشته. نه نداشتم. یعنی اتفاقی همه اون داستان افتاد. نه اتفاقی نبودش. یعنی خب منظور تو درست فهمیدم. منظور تو فهمیدم. ببین قرار بود یه روزی بیاد، نشد بیاد. درست. اون چیز کثیفی که تو ذهن توه شد یه تاریخ دیگه. منم انداختم عقب که نیفته رو اون تاریخ بهش فکر بعدی پیش بیاد. دیگه من کجا میدونستم ترک لیک شو زودتر بیاد. من اصلا منظوری نداشتم. اوکی کامل خواهی توضیح بدی، می‌خواستم فقط چیزی بگی باز نشه. خیلی بد پرسیدی مردم فکر، چون واقعا قصدی نداشتم. اون در سوال جنجالی دیگه‌ای درباره بیشترین حق فیتی که داده میپرسه و پوتک در جواب این سوال به آرتا که گفته بود من یک دلار هم بابت فیت بین‌المللی ندادم هم تیکه میندازه و میگه همه پول میدن وگرنه خارجی‌ها ایرانی‌ها رو آدم حساب نمی‌کنن. 25000 دلار بیشترین حق فیتی که گرفتم. حق فیت نه، حق فیتی که دادم یعنی چی مثلا؟ بیشتر حق فیتی که دادم 350000 دلار. و اون چیزی که تو ذهن منه فکر میکنی همونه؟ تو ذهن همه است. امیدوارم بیاد یه روزی کنه همه اعتراف است. آتیشی شد. اینو گفتی اصلا هول شدم. باور نمیکنم چه چیزی بگی. پرید ذهنم رفت یه سمت دیگه. چرا نباید بگیم باید پول حق فیت بدی؟ همه دادن. هر ایرانی با خارجی فیت میده یا پول حق فیت داده یا یکی تیغیده. نمیخوام فکرم یه سری جاها بره تو اینجا که چیز بشه. برداشت من منظور خاصی نداشتم. این حقیقت بحثه. یه نفر تو فاز رب باشه خودش میتونه بفهمه. اوکی. اصلا اونا با ایرانی ها فیت نمیدن. بفهم ایرانی تو خودت حساب نمیکنه. این بعد بیا توشون تا بفهم. اما ملیکا تهامی و صمیمی ترین دوستش مهگل که خیلی به هم نزدیک بودن و حتی گفته میشد که دلیل به هم خوردن رابطه ملیکا تهامی و عرفان براتی مهگل بوده، چند روزی میشه که همدیگر رو آنفالو کردن و عکس‌های ست پروفایلشون رو برداشتن. ملیکا تهامی در جواب سوالی که پرسیده بود دلت براش تنگ نمیشه، میگه که من جون میکنم تا یکی رو از زندگیم حذف کنم، ولی وقتی مسیرمون یکی نیست باید جدا شیم. بهتون بگم، ببینید من وقتی یه آدمی رو از زندگی میندازم بیرون، خب جون میکنم این کار رو میکنم، چون من فوق‌العاده آدم احساسیم و طی چند سال رو خودم کار کردم تونستم این کار رو انجام بدم که اگر دیدم به صلاح هم نیست با اون آدم رفاقت کنم یا رابطه ای داشته باشم یا اصلا خیلی آدم خوبیه اصلا مودمون به هم نمیخوره از یه جا به بعد، چرا باید بریم رو اعصاب هم دیگه رابطه و رفاقتمون رو به هم بزنیم؟ برای همین خیلی سخته برام. به هر حال اون آدم رو دوست داشتم، باهاش خاطره ساختم و هزار تا داستان دیگه، ولی خب قوی بودن تو رها کردن دیگه. از خودم هیچ کس مهمتر نیست، از خودم اعصابم، چون وقتی من عصبی باشم دخترم هم تحت تاثیرش قرار میگیره. ملیکا بعد از پاک کردن عکس مشترکش با مهگل
عکسش رو با ستایش رو پروفایل اینستاش میذاره و در جواب فالووری که میگه ستایش رو جایگزین محگل کردی میگه متاسفانه شما انقدر توهی و پوچی که آدم رو جایگزین هم میکنی. برای من هر کی جایگاه خودش رو داره. امثال شما اینجورین که فقط یکی باشه. مهم نیست کی. من آدمایی مثل شما تو زندگیم زیاد داشتم. یه نفر دورشون باشه اون یکی رو فراموش میکنن. اولا ستایش قبل از همه بوده. از 13 سالگیش با من بزرگ شده، یعنی 7 سال. دومن 100% ستایش قابل مقایسه با کسی نیست. دختری که تو 19 سالگی در کنار عشق و حال به اندازش دنبال پول در آوردن و پیش رفته. دوستشو به پسر نمیفروشه، ازم هیچی رو مخفی نمی کنه. یک روزم نتونسته با هم قهر بمونه. اگه ناراحت شدم همش سعی کرده از دلم در بیاره. اولویتش منم. تو بیپولی و بدبختی و افسردگیم بوده. مهم نیست تو چی دوست داری از من ببینی، مهم اینه که کی به من اهمیت میده. مهم اینه زندگی منه و تو 80 داستانو نمیبینی، فقط یه قاب میبینی به قول خودت. اما محگل هم حرفای ملیکا رو بی جواب نذاشت و تو استوری اینستاگرامش گفت من نمیخواستم میام حرف بزنم و نه چیزی بگم، ترجیح دادم به خاطر دوران خوبی که کنار هم داشتیم چه تو غم و چه تو شادی چیزی نگم، ولی هرچی من هیچی نمیگم انگار این داستان تموم نمیشه. من کسی رو به هیچ کس نفروختم، هیچ وقت. حداقل وجدانم پیش خودم راحته که تو رفاقت برای هیچ کس کم نمیذارم. به قول خودتون هر کس جایگاه خودشو داره، ولی من جایی که حس کنم اضافیم نمیمونم، حتی اگه پیش خانواده‌ام باشه. جایی که احساس سنگینی کنم یا نمیرم یا خودم رو کمرنگ میکنم. در آخر شما از هیچی خبر ندارین. من هیچ وقت زندگیمو تو مجازی نیاوردم. اینا رم گفتم چون تا همین الانم نمیخواستم استوری بذارم. میخوام که داستان همینجا تموم بشه. همیشه آرزوی بهترین رو واسش داشتم و از ته قلبم میخوام همیشه خوشحال باشه. چه من باشم چه نباشم. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ به نظرتون علت دعوای ملیکا تهامی و محگل کی میتونه باشه؟ برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنین تا از پست‌های جدید ما هم باخبر بشین.